اما مهمترین قسمتی که هستش توی دنباله بحث همگرایی واگراییه که کاملا باید هی حد بگیریم فقط داخلش و اگه حد بینات خوب بلد باشی به راحتی میتونی به جواب برسی. ببینیم یعنی چی. میگیم هرگاه لیمیت آن ان به سمت بینات مساوی ال باشد میگوییم دنباله آن به عدد ال همگراست، ولی اگر حد نداشته باشد یا حدش بینات شود دنباله واگراست. ول کن این تعریفو، حد بگی تو بینات اگر عدد شد همگراست، اگر چند تا عدد شد یا بی‌نهایت شد واگراست. تمام. پس ما فقط میریم شروع میکنیم حد میگیریم تو کجا؟ بی‌نهایت. اما ببینیم واگرا یعنی چی. نگاه کن مثلا دنباله هایی که بشن بی‌نهایت، نگاه کن اینجا رو، الان این زور صورتش هم مخرجش بیشتره، بعد جواب چی میشه؟ بی‌نهایت پا واگراست. این یکی رو نگاه، دنباله های نامشخص، این یعنی چی؟ یعنی مثلا سینوس ان ان رو بزنیم بینات میشه سینوس بینات چنده؟ من چه میدونم، بس واگراست. این یکی رو ببین، نوسانی، مثلا منفی یک به تان ان میشه منفی یک یک، منفی یک یک، منفی یک یک، پس دوباره این چی میشه؟ واگرا. پس در نتیجه شما یه همچین دنباله هایی رو میگیم واگرا. آقا اینا رو حفظ باشیم؟ نه بابا، چه کاریه؟ ما کلا بهمون گفتن همگرایی واگرایی، حد میگیریم تو بینت، جواب عدد شد همگراست، نشد واگراست. یه دنباله خیلی مهم داریم، اینو حتما بلد باش، دنباله سی به توان ان، یعنی یه عدد به توان بی نهایت برسه. حالتهای مختلف داره، نگاه کن، اگه سی قدر مطلقا بزرگتر از یک باشه، بچه ها یه عدد بزرگتر از یک هی تو خودش ضرب کنی، هی تو خودش ضرب کنی، هی تو خودش ضرب کنی، هی زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه، به کجا میرسه؟ بی نهایت. پس میگیم واگراست به بی نهایت. پس اگر قدر مطلق سی بزرگتر از یک باشه یک دنباله واگرا داریم. حالا اگه قدر مطلق کوچیکتر از یک باشه، این عدد ریزه میزه ها، کوچولو موچولو، فسقلی ها، مثلا یه دوم، هی یه دوم تو خودش ضرب کن، میشه یه چهارم، میشه یک شونزدهم، همینجوری کم میشه، کم میشه، کم میشه، به چی نزدیک میشه؟ صفر. پس همگراست. به چی همگراست؟ صفر. حالا اگه یک باشه دیگه، این همه بلدن دیگه، آقا یک به هر توانی میشه چند؟ یک. پس در نتیجه همگراست به عدد یک. ولی اگه سی منفی یک باشه چی؟ بچه ها منفی یک به توان زوج برسه میشه چند؟ یک. منفی یک به توان فرد برسه میشه چند؟ منفی یک. پس میخوام این حرف رو به تو بزنم که منفی یک وقتی بخواد به توان ان برسه واگرا میشه. چرا؟ چون دوتا جواب داره. پس حواست باشه سی به توان ان توی دو حالت میتونه همگرا باشه، یک قدر مطلقا کوچیکتر یک باشه، دو خود یک باشه. تو دو حالت هم واگراست، قدر مطلقا بزرگتر از یک باشه یا خود منفی یک باشه. حتما اینا رو بلد باش، حتما تو ذهنت داشته باش. آقا مگه از این سوال مستقیم میدن؟ آره. این سوال رو ببین، گفته دنباله یک رو آی منهای دو به توان ان همگراست، حدود آ کدام است؟ داره یه عددی به توان n میرسه. وقتی که یه عددی به توان n میرسه چهار حالت داشت، قدر مطلق بزرگتر از یک، قدر مطلق کوچکتر از یک، خود خود منفی یک. وقتی قرار بود همگرا باشه اولین حالتی که میتونست همگرا باشه این بود که دقیقا اون عدد خود یک باشه. خب طرف مثلا این کنی آ میشه سه. دومی حالت چی بود؟ ای گفتی قدر مطلقا کوچکتر از یک باشه، پس قدر مطلق یک رو آی منهای دو کوچیکتر از یک. طرف این وسط این کنیم میشه قدر مطلق آی منهای دو بزرگتر از یک. خب بچه ها قدر مطلق آی منهای دو وقتی قرار بزرگتر از یک باشه، با استفاده از ویژگی‌های قدر مطلق میدونیم آی منهای دو میتونه بزرگتر از یک باشه، میشه آ بزرگتر از سه، یا آی منهای دو کوچیکتر من فکر آ کوچیکتر از یک. من گفتم یا، یعنی این دوتا رو باید با هم اجتماع بگیریم. خب اولش هم گفتیم یا چی گفتیم؟ گفتیم یا یک باشه یا قدر مطلقا کوچیکتر از یک باشه. پس کلن از اینایی که داریم اجتماع میگیریم جواب میشه آهای بزرگتر مساوی سه، اجتماع آهای کوچیکتر از یک. توجه کن دختر خوب، آقا بسر توجه کن، بفهم، باید اینها رو بفهمی، نه اینکه بی خودی هی حفظ بکنی. بفهم که اگر یک عددی بزرگتر از یک باشه هی به توان برسه زیاد میشه و میشه بی نهایت. اگر از این عدد کوچیکا باشه مثلا یه دوم باشه، یه سوم باشه، یه چهارم باشه، هر چی به توان برسه هی کم میشه، میره به سمت صفر.
اگه یک باشه هی تو خودش ضرب میشه میشه یک، و اگر منفی یک باشه میشه یک منفی یک، یک منفی یک، یک منفی یک. پس الان وقتی میخوایم همگرا باشه این دو حالت رو داریم و سوال به راحتی حل میشه. اما یک نامساوی داریم به اسم سرعت رشد. من معمولا سر کلاس ها این رو که شروع میکنم به نوشتن، بچه ها میگن که ای وای مثلا چقدر سخته، چقدر طولانیه. یه چند بار که هی با خودتون تکرار بکنین قطعا تو ذهنتون میمونه. یعنی مثلا میگیم n فاکتوریل به توان n فاکتوریل، n فاکتوریل به توان n، n به توان n، n فاکتوریل a به توان n، n به توان a، n رادیکال n لوگاریتم. یه ذره بعضیاشو توضیح بدیم چون یه سرش که واضحه. مثلا وقتی خب n فاکتوریل به توان n فاکتوریله از n فاکتوریل به توان n بیشتره، چرا؟ خب توانش همین بیشتره دیگه، تابلو اینا. بچه‌ها دو سه تا جا ایراد دارن. جای اول، بین n به توان n و n فاکتوریل میمونن کدوم بزرگتره. بچه‌ها n به توان n یعنی چی؟ یعنی n ضرب در n ضرب در n ضرب در n، درسته؟ n فاکتوریال یعنی چی؟ یعنی n ضرب در n منهای 1 ضرب در n منهای 2 هی داره ازش چی میشه؟ کم میشه. پس ما میدونیم n به توان n از n فاکتوریال حتما چیه؟ بیشتر. بعدی بین a به توان n و n به توان a، تو اعداد بزرگ اگه توان بزرگتر باشه بهتره تا پایه بزرگتر باشه، پس n تو توان باشه زور بیشتری داره. و در نهایت لوگاریتم n تنبل آخر از همه است. همه اینا زورشون این بیشتره، همه اینا میزنن تو سر لوگاریتم، پس لوگاریتم زورش از همه این سمت چپی ها کمتره. خب آقا حالا این چه فایده داره؟ ما تو حد به شما گفتیم، گفتیم اونایی نگه میداریم که توانشون بیشتره، زورشون بیشتره، قلدرترن. حالا اگه زور صورت بیشتر باشه جواب میشه بی نهایت، اگه زور مخرج بیشتر باشه جواب میشه صفر. اینجا هم داستان همینه. اونهایی که زورشون بیشتره که مثلا n فاکتوری به توان n فاکتوری زورش از همه بیشتره، اگر توی صورت باشه جواب میشه بی نهایت، و اگر توی مخرج باشه جواب میشه چند؟ صفر. به عنوان مثال نگاه کنیم، گفته دنباله 2 به توان n به اضافه n به اضافه 2 فاکتوریال تقسیم بر n2 به اضافه n به اضافه 3 فاکتوریال به کدام عدد همگراست؟ ما اول باید تشخیص بدیم که بین اینها کدوم زورش از همه بیشتره. خب من میام نگاه میکنم میگم که توی صورت 2 به توان n داریم و n به اضافه 2 فاکتوریال. نامساوی رشد رو بیار تو ذهنت، مشخصا n فاکتوریال زورش بیشتره، پس توی صورت فقط n به اضافه 2 فاکتوریال میمونه. تو مخرج هم که مشخصه n به اضافه 3 فاکتوریال زورش بیشتره، پس ببین فقط این دوتا میمونه. حالا لطفا این پایینه رو ساده کن، یعنی n به اضافه 3 فاکتوریال رو ساده کن. چی میشه؟ میشه n به اضافه 3 در n به اضافه 2 فاکتوریال. کیا با هم دیگه میرن؟ n به اضافه 2 فاکتوریال ها. میمونه یک رو بی نهایت. چرا؟ چون ما تو همگرایی n رو به سمت چی میل میدادیم؟ بی نهایت. اگه بی نهایت بذارم اینجا میشه عدد رو نهایت، عدد رو نهایت میشه چند؟ صفر. پس جواب میشه گزینه دوم. یا مثلا میگه همگرایی این دنباله ها رو بررسی کنید. آقا برای همگرایی ما حد توی کجا میگرفتیم؟ بی نهایت. الان ببینید دونه به دونه میخوایم بررسی کنیم. اولیش n فاکتوریل روی 2n به توان n تو بی نهایت میشه صفر. چرا میشه صفر؟ چون ما میدونیم بر اساس قاعده رشد زور n به توان n از n فاکتوریل بیشتره، چون زور مخرج بیشتره حتما جواب صفر میشه. دومیش هست 5 به توان n رو n فاکتوریال. یالا بگو ببینم 5 به توان n زورش بیشتره یا n فاکتوریال؟ باریک چالا n فاکتوریال زورش بیشتره، پس زور مخرج بیشتر میشه، جواب میشه صفر. همگراست یا واگرا؟ همگرا. کی همگرا بود؟ وقتی جواب یک عدد مشخص باشه. اینا نگاه لوگ n رو فرج n، به خدا که اگه اینو نگی یعنی نمیدونم دیگه چی باید بهت بگم. گفتم لوگاریتم تنبله، گفتم زورش از همه اون یکی ها کمتره، پس الان زور لوگاریتم بیشتره یا اون رادیکاله؟ مشخصا رادیکال زورش بیشتره، در نتیجه چون زور مخرج بیشتره جواب میشه صفر. همگراست یا واگرا؟ همگرا. اینا کاربردهای اون نامساوی رشده. بچه ها ازش توی کرانداری هم که تو فیلم بعدی میخواییم ببینیم استفاده میشه، پس خیلی خوب حواستون رو بهش جمع بکنیم. حالا
میخوایم یه سری دنباله رو شروع کنیم بررسی کردن. 11 تا دنباله از پشت سر هم دیگه. اگه اینا رو بفهمید، همگرایی رو به طور کامل یاد گرفتین و بعدش به راحتی میریم شروع میکنیم یه سری تست حل میکنیم و بحث همگرایی به پایان میرسه. اولیش سینوس N. ما گفتیم برای همگرایی باید حد بگیریم توی کجا؟ بی نهایت. حد میگیریم تو بی نهایت. آقا بی نهایت رو جایگذاری کن، میشه سینوس بی نهایت. تو میدونی چنده؟ نه، منم نمیدونم چنده. چون معلوم نیست چه عددیه، پس این دنباله هر رو میگیم واگراست. دومیه رو ببین، N در سینوس 1/9. آقا میخوام همگرایی بررسی کنم، پس باید حد بگیرم. تو کجا حد بگیرم؟ تو بی نهایت. بسم الله، حد میگیریم تو بی نهایت. ببین ما وقتی داشتیم حد رو درس میدادیم خیلی اینجا تکرار کردیم، تو هم قطعا خوب یاد گرفتی. چی گفتیم؟ میگفتیم تو مثلثاتی ها کجا مهمه؟ کمان. دوست داریم چند بشن؟ صفر. آقا بی نهایت رو بذار اینجا. مگه این نمیشه عدد رو بی نهایت؟ عدد رو بی نهایت میشه چند؟ صفر. ایول، کمان صفر شد. حالا وقتی کمان صفر شد چه اتفاقی میافتاد؟ سینوس میافتاد. سینوسش رو بنداز، میشه n ضرب در 1 n. به به شد، یک همگراست یا واگرا؟ همگرا. وقتی جواب یک عدد مشخص باشه بهش میگیم همگرا. اینا رو ببینیم. گفته رادیکال 4n - 1 بنای رادیکال n به اضافه یک. الان دانش آموزی که آها تایری گفته بود که وقتی میخوایم همگرایی واگرایی بررسی کنیم حد بگیریم تو بی نهایت. حد میگیریم تو بی نهایت. میگه آها تو بی نهایت باید پرتوانا رو نگه داریم. تو این اولیه رادیکال 4n منها یک فقط رادیکال 4n بمونه، تو یکی هم فقط رادیکال n بمونه. فقط یادت باشه اون 4 رو میتونی بیاری بیرون، یعنی میشه دو رادیکال n منهای رادیکال n، کم کن از هم دیگه میشه رادیکال n. بی نهایت رو بذار جاش. اگه بی نهایت رو جاش بذاری جواب میشه بی نهایت. همگراست یا واگرا؟ قطعا واگرا. چرا؟ به خاطر اینکه یک عدد مشخص نشد. ببین من فقط دارم حد میگیرم تو بی نهایت، اصلا قرار نیست خیلی اتفاق خاصی بیفته، اصلا قرار نیست خیلی سوال سخت باشه، بسیار ساده است، یه ذره ریزکاری داره. اینو نگاه کنی، براکت سینوس n تقسیم بر n2. آقا حدش رو میگیریم تو بی نهایت. میخوام بی نهایت رو جایگذاری کنیم، قطعا مخرج مثبت بی نهایت. صورت میشه سینوس بی نهایت. باز نمیدونیم چنده، ولی بچه ها یه چیزی رو میدونیم دیگه، قبول داری سینوس حتما بین منفی 1 تا 1. دمت گرم. حالا عدد رو بی نهایت چند میشد؟ صفر. اگه سینوست مثبت باشه عدد مثبت رو مثبت بی نهایت میشه صفر مثبت. اگه سینوست منفی باشه عدد منفی رو مثبت بی نهایت میشه صفر منفی. پس این عبارتی که ما داریم سینوس رو مثبت بی نهایت، یا میشه صفر مثبت یا میشه صفر منفی. عدد رو مثبت بینات میتونه مثبت بشه، میتونه منفی باشه. اگه مثبت باشه صفر مثبت، اگه منفی باشه صفر منفی. صفر مثبت تو براکت میشه چند؟ صفر. صفر منفی تو براکت میشه چند؟ منفی 1. پس این یا صفر یا منفی 1. بچه‌ها دو تا عدد به دست اومد، همگراست یا واگرا؟ دمتون گرم، واگراست. حالا اینو نگاه، آقا باز گفته همگرایی. خب تابلو دیگه، حدشو بگی تو بی‌نهایت. وقتی من بخوام حد اینو تو بی‌نهایت بگیرم میگم که تایری به من گفته تو بی‌نهایت اونایی رو نگه دار که زورشون از همه بیشتره. دیگه تابلو آقا 9 به توان n زورش بیشتره یا 2 به توان n؟ خب تابلو 9 به توان n دیگه، فقط 9 به توان n رو نگه دار. خب این توانش با فرجه یکیه، خب رادیکالو میشکونه میاد بیرون، یعنی میمونه عدد 9. حالا وقتی جواب ما شده یه دونه عدد، همگرا محسوب میشه یا واگرا؟ 100% همگراست، چون جواب شده یک عدد. شیش قشنگه، شیش سوال خوبیه. گفته براکت کوسینوس ام پی روی ان دو، همگراییشو حساب کنیم. خب باشه، حدشو میگیرم تو بینت. من به تو یه چیزی گفتم، گفتم هر وقت کوسینوس ام پی دیدی جاش بنویس منفی 1 به توان ان. حالا من فکر بتوانه این یه ویژگی داره. چه ویژگی داره؟ هم میتونه یک باشه هم میتونه من فکر باشه. ما هم که علم غیب نداریم، پس در نتیجه یا یک یا منفی یک. مخرجم که حتما مثبت بی نهایت n2. حالا تو میدونی اگه یک رو مثبت بی نهایت باشه، اگه عدد رو بی نهایت باشه، عدد رو بی نهایت میشه چی؟ صفر.
اما وقتی عدد مثبته میشه صفر مثبت، اگر عدد منفی باشه میشه صفر منفی. پس الان اینجا نگاه بکن، یا میشه صفر مثبت یا میشه صفر منفی. اگه صفر مثبت باشه براکتش چند در میاد؟ صفر. اگه صفر کمتر باشه براکتش چند در میاد؟ منفی یک. پس این یا صفره یا منفی یک. حالا این همگراست یا واگرا؟ واگرا. چرا؟ چون دو تا جواب مختلف داره. هفتمی، قطعا این هفتمی خیلی به دردتون بخوره. خوب دقت کنیم، میخواییم خیلی خوشگل حلش بکنیم. گفته لوگاریتم براکت 2n به اضافه 4 رو n به اضافه 3. خب همگرایی میخواییم، حد میگیریم تو این حد. بچه یه لحظه دقت کنیم، الان حد توی این براکت اگه پرتوالاش رو نگرده میشه 2n، رو n میشه 2. یعنی حد تو براکت 2ه، ولی ما یه مشکلی داریم. شما وقتی دارین حد میگیرین، خب اطراف اون مقدار رو به دست میارین. تو که الان نمیدونی 2n به اضافه 4 از به روی n به اضافه 3 از 2 بیشتره یا از 2 کمتر. آقا مگه فرق داره؟ قبلا که ما کاری نداشتیم. میگم اگر الان شما این 2n به اضافه 4 رو n به اضافه 3 تون از 2 بیشتر باشه براکتش میشه 2، اما اگر از 2 کمتر باشه براکتش میشه 1. چجوری باید تشخیص بدیم که این از 2 بیشتره یا از 2 کمتره؟ روش خوبی میخوام بهتون بگم. میخوام مقایسه کنم با حالتی که جواب بشه 2. ببینید، ما توی مخرج این کسر داریم n به اضافه 3. اگه بخوایم جواب کسرمون دقیقاً عدد 2 باشه، جواب کسرمون دقیقاً عدد 2 باشه، باید صورت 2 برابر مخرج باشه دیگه که جواب بشه 2. اگه صورت 2 برابر مخرج باشه جواب میشه 2، اگه صورت 3 برابر مخرج باشه جواب میشه 3. الان ما خب جواب بشه 2، پس صورت باید 2 برابر مخرج باشه. 2 برابر مخرج 2n به اضافه 6. اگه ما این کسر رو داشته باشیم جواب میشه 2، یعنی صورت 2 برابر مخرج باشه. حالا اتفاقی که اینجا رخ میده اینه، ما اگه 2n به اضافه 6 داشتیم میشه 2. اینجا 2n به اضافه چی داریم؟ 4. بچه ها اگه 2n به اضافه 6 بود میشه 2، الان 2n به اضافه 4ه. الان صورت این از صورت این بیشتره یا کمتره؟ کمتره دیگه، این 2n به اضافه 6ه، اون 2n به اضافه 4ه. وقتی صورت این از صورت این کمتره، این شده 2، حتما اون از 2 چی بوده؟ کمتر. همیشه همین کارو بکن تا آخرش. بازم چند بار دیگه داریم، مثلا اگر حاصلش بشه 3، با 3 مقایسهش میکنیم، میگیم صورت 3 برابر مخرج باشه مثلا میشه این. حالا این از 3 برابر بیشتره یا کمتره؟ الان اینجا چون جواب شده بود 2، من اومدم با 2 برابر مقایسه کردم، 2 برابرش میشه 2n به اضافه 6، این از 2n به اضافه 4، پس از اون کمتره، پس این هم میشه 2 کمتر. حالا دیگه بلدی، لوگ 2 کمتر تو براکت، 2 کمتر تو براکت میشه 1، میشه لوگ 1. لوگاریتم 1 در هر مبنایی 0. همگراست یا واگرا؟ قطعا همگراست.